سلام پرفکتی عزیز، امروز میخوام راجع به فرم های مختلف صورت براتون توضیح بدم که بر اساس اون چه مدل مویی رو برای خودتون انتخاب کنید. اولین فرم صورت که میخوام بهتون بگم صورت های بیزیه که برای صورت های بیزی بعد موها رو از جلوی صورت کنار زده، موها رو به سمت عقب شونه کنیم و یا بهتره که برای صورت های بیزی یه فرق بغل باز کنیم بچه ها، و اینکه شما میتونید برای فرم صورت های بیزی حتی موها رو خیلی کوتاه کنید ولی یه به نسبت خیلی مناسب یک مقدار دور موها میتونه از روی مو یه ذره کوتاه تر باشه. مثلا دوستان میتونید شما همکارای عزیز با یه کات خیلی کلاسیک سبک مدرن میتونید یه استایل خیلی خوب و خیلی خفن برای یه فرم چهره بیزی در بیارید. مثلا بخوام مثال بزنم، مثلا فرم چهره خودم بیزیه، یا مثلا فرم چهره دوست خوبم مثلا ناصر زینعلی فرمش بیزیه، شما میتونید با این استایلی که بهتون توضیح دادم یه کات خیلی باحال در بیارید. دوستان دومین فرم صورتی که میخوام بهتون معرفی کنم فرم صورت مربعیه. تو فرم صورت مربعی به نظر من بهتره که شما از کاتای خیلی کوتاه استفاده کنید، روی مو رو بیاید لیر کنید، قشنگ خوردش کنید تا اونجا که میشه، اما در مورای کوتاه استفاده کنید. فرق کش خوبه، اگه استفاده کنید میتونه جذابش کنه و این کوتاهی ها خب میتونه کمک کنه توی اون زاویه سازی که بیشتر برجسته تر دیده بشه، بیشتر زاویه خودشون رو نشون بدن. یه تعریش هم میتونید استفاده کنید توی این فرم صورت. مثلا بخوام بهتون مثال بزنم، توی صورت مختلف توی سلبریتی های عزیزم رو میتونم ارسلان قاسمی عزیزم رو بهتون بگم که صورتش مربعیه که با این استایل موهای کوتاهشون که براشون میزنم خیلی بهشون میاد، ولی کلا تو استایل های کوتاه بیشتر خودش هم نظرشه و بیشتر هم بهشون میاد، و رضا گرزارم که همینطور اونم توی فرق کرد و حالا مدل هایی که میزنه تو این استایل خیلی خیلی تو استایل مربعی موهای کوتاه خیلی میتونه جذابیت های بیشتری هم داشته باشه. دوستان عزیزم فرم بعدی که میخوام بهتون توضیح بدم فرم صورت های مستطیله که تو این فرم ما روی مو رو میتونیم بلند نگه داریم ولی بعد از حجمش کاملا کم کنیم، خوردش کنیم، نباید خیلی توی سشوار و استایل هایی که داریم میدیم حجم بش بدیم، دور موها هم نباید کوتاه کنیم، بعد به صورت لاین گیری و تقسیم بندی هایی که انجام میشه به یک نواخ به صورت بلند به صورت کلاسیک نگه داشته بشه و کلن همون مدل کلاسیک به سمت عقب، و خیلی هم موها رو دورش رو نباید با ژل و تافت و اینا بخوابونی و بعد به شقیقه مو بریزه و کلن بعد دور و روی مو بلند نگه داشته بشه. مثلا بخوام بهت مثال بزنم، مثل دو تا دوسته خوبم سهراب پاکزاد و یوسف تیموری هستن که دور موهاشون وقتی بلندتر نگه میدارن خیلی بیشتر بهشون میاد و میتونه روی موهاشون هم وقتی بلنده یه مقداری هم روی صورتشون روی پیشونیشون بریزن که یه ذره کشیدگی پیشونیشون رو کمتر کنه و در هر حال که بهشون میاد، ولی با این استایلی که من میگم مطمئنا خیلی بیشتر میتونه صورتهای مستطیلی و دوستای خوبمون رو جذابتر هم بکنه. فرم صورتهای دیگه ای که داری فرم صورتهای گرده که طول و عرض نسبتا به هم دیگه نزدیکن و شما توی این فرم صورت حتما بعد دور مو رو کاملا بیاید سایه بندازید، کوتاه کوتاه نگه دارید و روی مو رو بیاید حجم بدید، پوشدار براشین کنید. مثلا بخوام بهتون مثال بزنم، دو تا دوست خیلی خوبم مسعود جهانی عزیز و علی کاظمی عزیزم که من همیشه میام با حالا سایه های مید فید و یا لو فید براشون سایه میندازم دور موهاشون رو و روی موهاشون حالا اگه فره و یا صافه میام به صورت استایل های پوشدار و حجمدار قشنگ براشون درست میکنم که شما هم حتما همین کار انجام بدید و شما حتی میتونید به صورت های گرد فرق بغل هم شما میتونید بندازید ولی به صورت صاف نه، به صورت زاویه دار و کج. فرم صورت های قلبی، تو این فرم صورت دوستان نباید خیلی خیلی موها رو کوتاه کنیم چون که به خاطر اینکه چونه خیلی باریکه و پیشونی خیلی عریضه این کار باعث میشه که بیشتر خودشو نشون بده و ما باید سایز مو رو به صورت متوسط نگه داریم و بیایم روی مو رو خیلی خیلی خوب پیتاژ و قیچی های
خورد استفاده کنیم، بیایم لیر کنیم روش رو با تیغ خورد کنیم و دورمون هم حتی میتونیم سایه بندازیم، حتی هم میتونیم به نسبت خیلی خیلی کم که سفید هم نشه به صورت کلاسیک هم باشه، ولی کلا سایزمون باید به صورت متوسط باشه اگه میخوایم ایدئال تر باشه. مثلا بخوام یکی از دوست خیلی خیلی خوبمون رو بهتون مثال بزنم، نیما شارخشایی عزیزم هستش که روی موهاشو من همیشه خورد میکنم، پیتاج میکنم قشنگ، دور موهاشون هم یه فیلی خیلی خیلی کم براشون میذارم که صورتشون ایدئال ایدئالتر هم میشه. دوستان فرم دیگه ای از صورتها رو ما داریم که فرم صورت مثلثیه که بسیار ایدئاله برای دوستای علاقمند به رشته مدلینگ، که توی این فرم روی مو باید خیلی پرحجم باشه، خیلی ایدئال باشه، بعد روی مو رو بلند نگه داریم که به سمت کنارها میتونیم حالت و استایل بهش بدیم، که توی این فرم ما خیلی میتونیم جای مانوف داشته باشیم، دورمون میتونه به صورت کلاسیک و خیلی سبک مدرن کاتای حرفه‌ای و لیر بخوره. و مثلا بخوام بهتون مثال بزنم، دو تا دوستای مدلینگ خوبم، رضا راشن که فرم صورتش بسیار بسیار ایدئاله برای مدلینگ و موهاش روش بلنده بیشتر مواقع، ولی خیلی هم استایل خیلی خیلی خوبی رو انتخاب میکنه، و دوست عزیز دیگه‌مون رضا مختاره که توی اون آخرین استایلی که من توی پیجم هم گذاشتم براشون کنارهای موهاشو اومدیم بلند گذاشتیم جلوی موهاشو و کنارهای موهاشون رو عریض‌تر کردیم پیشونیشون رو و شیپ که زاویه دارتر و سبک مدلینگی بیشتر بهشون دادیم و خیلی حرفه‌ای‌تر شد.